تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هستیم، از اول شروع کردیم، به جزء 17 سوره انبیا رسیدیم و الان آیه 32 هستیم. بشنوید. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون. قرآن می‌فرماید که ما آسمان را به عنوان یک سقف حفظ شده قرار دادیم. آسمان هم حافظ هم محفوظ، اما حافظ ما نه، سقفه. سقف وسیله حفاظته، هم خود این سقف محفوظه، یعنی سقف ما نه حفظ میکنه، خود این سقف هم قدرت دیگه حفظ میکنه. در آیه قبل بحث این بود که کوها اگر نباشن زمین دائما میلرزه، چون گداختگی و گازها و مواد مذابی که در عمق زمین هست، این حرارت همش پوست زمین را میلرزونه. خداوند فرمود ما کوههای ثابتی را قرار دادیم که این کوهها جلو این زلزله دائمی رو بگیره. خب پس این زمین از درون حفظ شد توسط کوه، از بیرون چی؟ از بیرون ممکنه این سنگ‌های آسمانی و شهاب دائما ما رو به رگبار ببنده. میگه اونم یک قطری از فضا گذاشتیم بالا سرتون، کلوفتی این قطر فضا رو جوری قرار دادیم که سنگ‌ها وقتی پرتاب میشن این زخامت هوا اونها رو به صورت منشعب مشتعل کنه. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، این آسمان را، این قسمت بالا را برای شما سقفی قرار دادیم محفوظ. و هم عن آیاتها معرضون، ولی انسان ها از نشانه هایی که در این آسمان ها هست اعراض میکنه. در آسمان ها نشانه هایی از عظمت خداست، ولی انسان بیخیاله. خب پس زمین هم از فشار گازهای درونی حفظ میشه توسط کوها، هم از بمباران شبانه روزی شهابها حفظ میشه. حالا آفرینش انسان رو حساب کتابه، میگه جعلنا، میگه قرار دادیم. تو آیات قبلم چند تا دفعه این جمله بود، جعلنا، یعنی ما قرار دادیم. میگه ما یعنی چی؟ یعنی تصادف نیست، یعنی حکیمانه است، حساب کتاب داره. سقف هم محفوظه، سقفه یعنی شما رو حفظ بکنه، خود سقف هم محفوظه، هم شما رو حفظ بکنه هم خودش حفاظت شده است. خب آیه بعد چی میگه؟ و هو الذی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. او خداییست که شب را آفرید، روز را آفرید، خورشید و ماه را آفرید و همه اینها در مدار خودش، در فلک خودش، یسبحون، شناورن، همه در مدار خودشون حرکت میکنن، یعنی حساب و کتاب داره، به هم تصادف نمیکنن، نظم داره. و هو الذی خلق اللیل و النهار، یعنی اگر از بیرون زمین نگاه کنیم مثلا میبینیم این سایه ماه و سایه زمین که به صورت شبه و روز، اونم دوره شب و روز هم داره تاب میخوره، ما تو زمینیم نمیفهم، از بیرون زمین، یعنی هم تو خورشید و ماه و کره زمین که میگرده، این شب و روز هم دورش میگرده. خداوند فرماید که ما خلق اللیل و النهار، شب را آفرید، روز را آفرید، خورشید را آفرید، ماه آفرید، هم در مدار خودشون در حال حرکت و شنا هستن. از عایشه پرسیدن یه خاطره شیرین از پیغمبر بگو. عایشه گفت خاطرات پیغمبر شیرینه، ولی اینو گفت که میامد زیر آسمون نگاه میکرد به اطراف آسمون و این آیات آخر سوره آل عمران رو میخونه، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در گردش ایام، در گردش شب و روز،
برای کسانی که عقل دارن نشانه های خوبی است. بریم سراغ آیه 34. و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئم مت فهم الخالدون. ما برای هیچ بشری ابدیت امضا نکردیم، همه باید بمیرن. و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ای پیغمبر قبل تو هیچ کس زندگی دائمی نداشت. افئم مت، اگر تو بمیری فهم الخالدون باقی بودن، اگر بناس یک کسی زنده باشه ما باید تو رو نگه دارن، وقتی تو هم میمیری یعنی دیگه همه آب پاک میذاره رو دست همه. افا امته، وقتی تو مردی فهم الخالدون، وقت اونا هستن، تو که عزیز هستی هستی تو رو مرگ بدن، وقت باقی ها بمونن، بنابراین تو نیست، مرگ برای همه هست، سنت قطعیست، شامل همه میشه. آیه بعد میفرماد کل نفس ذائقه الموت. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. همه انسان‌ها باید مرگ رو بچشن، پیداست مرگ وجوده. یکی میگن مرگ عدم است، قرآن میگه مرگ وجوده. خلق الموت والحیات، خداوند مرگ رو آفرید، عدم تو آفریدنی نیست. ذائقه الموت، این آیه میفرماد کل نفس ذائقه، هر کسی مرگو میچشه، عدم که چشیدنی نیست که، کل نفس ذائقه الموت. حالا مرگ چیه؟ مرگو در روایات ما که از مرگ میترسیم برای که بینش ما از مرگ غلطه. امام حسین میفرماد خط الموت، یعنی مرگ بر انسان مثل گردنبند تو سینه عروسه. داریم مرگ قنطره، یه پلیس که انتقال تغییر نابودی نیست، انسان جاش عوض میشه، از لباسی به لباس دیگه منتقل میشه. اینا که از مرگ میترسن مثل راننده هایی که تو جاده میترسن. راننده ها تو جاده چرا میترسن؟ خلاف کرده، سرعت غیر مجاز رفته، میترسه، یا قاچاق برداشته، یا بنزین کم داره. راننده دوام داره، یا بنزین نداره، یا قاچاق هم کرده، یا رانندگی بلد نیست، گواهی نامه نداره، ترس از دلیل داره. چرا از مرگ میترسیم؟ لعبیزر گفتن چرا از مرگ میترسیم؟ گفت برای که دنیاتون آباد کردید، برای آخرت چیزی ذخیره نکردید. و این همه قرآن میگه وقدموا لانفسکم، برای قیامت ذخیره کنید، شما چیزی برای قیامت ذخیره نکردید، حالا میترسید، دست خالی هستید، مثل از خونه آبادی که میخواد در خونه خرابه، خب میترسه. اما اگر کسی خونه یه شهری که میخواد مسافرت کنه آماده کرده، مهیا کرده، پسنداز داره، از سفر نمیترسه. کل نفس ذائقه الموت، هر کسی باید مرگ بچشه. و نبلوکم بالشر والخیر، تمام تلخی ها و شیرینی ها اینا ابزار امتحان هستن. و الینا ترجعون، با مرگ نیست نمیشید، تازه به سراغ ما میایید. و الینا ترجعون، مرگ وجود است، عدم نیست، مرگ استثناء نداره. اگر استثناء بود باید برای پیغمبر بشه افا امته، اگر تو مرگی در تو رو دریافت فهمور خالق، وقت باقی ها زنده مونن، وقتی تو از دنیافتی پس همه باقی هم باید برون. اونم که از مرگ میترسن اصدن یا قاچاق بار کردن، یا رانندگی بلد نیستن، گواهی نامه ندارن، یا بنزین ندارن، یه دلیلی داره کسی که. ولذا داریم مؤمن وقتی میمیره انگار گل بو میکنه، انگار گل بو میکنه. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، فکر و ایمان و اخلاق و نیت و کردار و جوری بشه که کارامو ذخیره قیامت باشه و مرگو مثل گل بو کنیم، سکرات ما آسان باشه، روز قیامت روز سرفرازی ما باشه. بچه که درس مونده تو امتحانا شاده، بچه که درس نخونده تو امتحانات میلرزه میترسه. خدا ایمانی به ما بده که حوادث تلخ و شیرین ما را متزلزل نکنه. آیه 35 هم از سوره انبیاء تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.